علیه یک نفر انجام دادم و عذرخواهی نکردم. بله. و همینطور ادامه پیدا کرد، اون همینطور. اون وقتی که تو این جامعه دیگه هیچ کس به فکر هیچ کس نخواهد، هیچ کس به این فکر نخواهد بود که مراقب رفتار خودش باشه به کسی آسیب نزنه، مراقب رفتار خودش باشه حق کسی رو زیر پا نذاره. یک دریق چنین جامعه زندگی کردن بسیار سخت و خشن خواهد بود. در واقع امنیت برای زندگی سالم تو این جامعه نخواهد، آدم ها رشد نمیکنن، مسیر تکامل پیدا نمیکنن، رفتارهای ناشایست دیگر شروع میکنه به دنبالش خود به خود به وجود اومدن. در واقع وقتی ما عذرخواهی میکنیم یعنی که تصمیم میگیریم نه تنها در واقع او کدر دو اربان مار او کدر دو دنیزر مار این فرایند همدلی قوی ما و مردم بو باشی کنی نزدیکی بود عدم عذرخواهی مردم رو از همدیگه دور میکنه، گسستگی ایجاد میکنه، گسستگی به دنبالش انواع بیماری های روانی، انواع مضرات اجتماعی، انواع بد اخلاقی ها و انواع گرفتاری اجتماعی خود به خود به وجود میاره. حالا با این نگاه دکتر، در واقع معذرت خواهی یک اقدام پیشگیرانه است یا یک اقدام درمانیه؟ هر دو تاش هست، در واقع هر دو تاش هست. خب یعنی زمانی که ما اقدام به عذرخواهی میکنیم هم پیشگیری میکنیم که اوضاع بدتر نشه، هم یک حالت ناخوشایند رو شروع کنیم از این بحث. ببینید اگر من الان مثلا فرض کن حرفی بزنم که اثر این حرفا ناراحت بشن، خب اگه بلا فاصله پوزش‌خواهی کنم عذرخواهی کنم این تمام میشه. به احتمال زیاد بخوف اگر اونها بزرگواری داشته باشن و بپذیرن این پوزش بنده رو، این دیگه تمام میشه. ولی اگر این اتفاق نیفته، خب این میتونه یواش یواش باعث ایجاد یک سری حتی درگیری ها ایجاد بشه، یک سری مشکلات ایجاد بشه، هم جنبه پیشگیری داره هم جنبه درمانی داره. در واقع وقتی ما یک حرفی رو به یه نفر میزنیم، یه شوکی بهش وارد میکنیم، یه عملی روش انجام میده که اون رو آشفته میکنه، در واقع یه جوری دچار آشفتگیش کردیم. عمل عذرخواهی در واقع ما اون رو تو لحظه کنترل کردیم، از یک سری آسیب‌های بعدی هم پیشگیری کردیم. نکنه که درد سرها رو برای مردم به وجود بیاره. خب حالا که با آسیب های در واقع عذرخواهی نکردن بیشتر آشنا شدیم، میخوام ببینیم که حالا چه کسی از چه کسی باید عذرخواهی بکنه، کی از کی. معمولا این هست که حالا تو جامعه سنتی که کوچیک‌ترها همیشه اشتباه میکنه،